پزشکم باید ببینم، ولی من از اینکه ایشون گفتم به تو دوا رو من میگم و اینا خیلی خوشحال نیستم، ایشون قرار نبوده این کارو بکنه. بنابراین لطفاً باز من جزئیات مسئله رو نمیدونم، آگاهی هم از قواعد و قوانین ندارم. شما تا تشخیص قطعی نهایی اگر قراره 20 نفر رو با هم وادار به صحبت کنید، هر روی 200 نفر هم برید برید تا معلوم بشه فرزند شما مسئله و مشکلش کدامه. اینو ما باید بدونیم، ما باید یه نظر علمی داشته باشیم نه نظر علما. درسته علما نظر میدن، ولی وقتی با هم گفتگو کنن این به مطلب علمی نزدیکتر میشه تا خاطر ما آسوده بشه که پسر من دختر من چه مشکلی داره و بعدن احتمالاً راه حلی مشکل جاد. چون آن مشکلات و مسائلی که احتمالاً فرزند شما داره همه قابل معالجه است. پس مهمترین موضوع تشخیصه. تشخیص رو میدیم، معالجه رو میکنیم، خاطر خودمون رو هم برای همیشه آسوده میکنیم. چون اگر تشخیص رو ندیم حتما معالجه نمیکنیم و گرفتاری ها بیشتر و بیشتر میشه. فرزند شما با توجه به زمینه فامیلی که اشاره کردید نشون میده که مسائل و مشکلات جدی داره و این موضوع جمله رو با تکرار میکنم مسئله اخلاقی و تربیتی نیست، از اون طریق هم شما به هیچ جا نمیرسید، به هیچ جا. پس مشکل بیماری رو اگر هست حل کنید، بعد همونا میتونن به شما توصیه هایی بکنن درباره چارچوبی که قراره کار پرورش و تعلیم تربیت رو انجام بدید که بتونید به نتیجه برسید. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم. متشکرم آقای دکتر. ممنون. خدا نگهدار.